حاج مرشد طلوعی. حاج میرزا احمد عابد نهاوندی، مشهور به حاج مرشد طلوعی، شاعر متخلص به سائی و از عارفان معاصر است که در سال 1357 در سن 90 سالگی درگذشت. او در بازار تهران جنب مسجد جامع چلو کبابی داشت و برای عموم سخنرانی های هفتگی برپا می کرد و چون با مردم با زبان شعر و پند و اندرز سخن می گفت به حاج مرشد معروف گشت. زندگی مرشد و کسب و کار او ویژگی های متصل به فردی دارد که با توجه به وضعیت کنونی بازار شبیه یک افسانه است. در زمان زندگی مرشد جلوی چلو کبابی صف طویلی بود که از آن یکی صف متمایز بود. صف کوتاه‌تر صف مستمندان و فقیرانی بود که غذا به رایگان و خرجی می گرفتند و صف طولانی صف خرید غذا بود که شاید هم به نیت کمک و سیر کردن آن صف دیگر تشکیل شده بود. در بازار امروز که پای می‌گذاری دیگر خبری از مرشد طلوعی نیست. همان که معتقد بود کار کردن برای خداست، غذا رایگان به فقیران می‌داد و با دست خود لقمه در دهان نیازمندان می‌گذاشت و می‌گفت نوش جان. به بچه ها و نوجوانانی که برای کارفرمایان غذا می گرفتند و می بردند و خودشان از آن غذا محروم بودند، در هنگام خروج تکه کبابی می داد و می گفت این اطفال خودشان می آیند در مغازه و بوی غذاها را استشمام می کنند و دلشان می خواهد. و این البته جدا از صف فقیران و مسکینان بود. او همواره می گفت روزی تو همیشه میرسد، گاهی کم است و گاهی زیاد، ولی روزی حداقل را خدای متعال قطع نمی کند. گاهی آب زیاد و تند در جوی می آید و گاهی هم آب کم می شود، اما قطع نمی شود. آب باریک بند نمی آید، آب باریک همیشه می آید. کسی که قرض می گرفت و پولش را نمی آورد و می گفت فردا می دهم، مرشد می گفت منظورش فردای قیامت است. همچنین می گفت فکر نکنید که در عالم مرد خدا نیست، بلکه برعکس بین مردم اولیای خدا یافت می شوند، اما چوب گمنامی خوردند و مردم آنها را نمی شناسند. مغازش هنوز در بازار هست و هنوز تابلوی نسیه داده می شود، حتی به جناب‌عالی بر روی دیوار نصب شده. اما ظاهراً با رفتن مرشد طلوعی و با گذاری مغازه دیگر خبری از دو صف فقرا و مفجری ها نیست و رسمی را که مرشد بنیان گذاشته بود به تاریخ پیوسته است. روحش شاد که بسیاری را سیر کرد بدون آنکه منتی بر کسی بگذارد.